میگه پیرمرده پشت بعده هی کرده جمع نکرده. آقا من اینجا یه اعتراف بکنم، من تنها کسی که توی مجازی و توی عالم واقعی نمیتونم پشت پرده شو بدم بیرون این تیم تتلوه. آقا ما جلوریم، یعنی هیچ، یعنی هیچی نداریم، ما جلوی پرده بازی میکنیم، مثلا پشت نمیریم. راستش رو بخوای منو که اصلا پردمو زدن، یعنی هیچی نداریم دیگه، یعنی همه رو داریم هیچی. ببین الان یه دونه فیلم ساک زدن دارم به روز قشنگ معلوم، اونو نذاشتم الان بیرون. بپس من میذارم بپس. آره واقعا ولی میپره آخه، من میخوام سایزش مجهول بمونه. حالا بزرگ یا کوچیکه؟ من قدم کوتاست دیگه، میدونی که من قدم کوتاست. الان فکر کنم هفتیه ولی ها. آره این خواب بود، من اینجوری هم من. آقا من یه توضیح بدم، واقعا حالا اینجا یه فرصتی شد بگم، میخوام ازت تشکر بکنم، هم خودت هم آقا کوروش هم از آریا آریانا، واقعا تنها کسی بودید که ادرسان ما حمایت کردید، یعنی آدم آره نبودید که... نه واقعا جدی میگم اهل چاپلوسی و نمیدونم. امیر میدونه، من امیر من فکر کنم آخرین باری که من با خودت شخصا تلفنی واقعا دیرکت صحبت کردم یک سال پیش بود اگر یادت باشه، 13. یعنی نه اصلا ما تلفنی با هم زدیم نه چیزی، واقعا ازت تشکر میکنم آقا کوروش که همیشه زحمت ما پیشش. اون موقعی هم که شما نه واقعا اینو میگم، اون موقعی هم که شما بازداشت بودی ما دیگه همیشه زنگ می‌زدیم مزاحم آقا کوروش می‌شدیم، خبرها رو می‌گرفتیم. امیدوارم که دیگه خبر خوب بشه. آقا قضیه انگلیس چی شد و کنسرتتون اینور؟ کنکله دیگه، همه چی کنکله، همه چی کنکل شد. خب الان اینجا وعده بعدی، کشور بعدی برای کنسرت که کجاست و که اوکی که نمیشه گفت، ولی کجا هم که معلوم نیست. فعلا باید بسیم وضعیت ببینیم چطور میشه. هیچ چه معلومه. ای بابا دنبال یه پول کلوفتیم کنسرت خانگی بذاریم، یه پول کلوفت گیر بیاریم، یه سپانسر خوب، یه کنسرت خانگی بذاریم. تو مایه های مال بی بی سی بود ولی خیلی شیکتر و بالتر با آهنگای جدید. بعد که مردم بتونن، الان خب من الان ایده رو میگم، حالا برداشتن هم برداشتن دیگه، این همه ایده های ما رو همه جا بر میدارن دمشون. بیلیت اینترنتی میخوایم بفروشیم که خرج کنسرت هم در بیاد. بعد چه جوریه کنسرت خونگیه؟ یعنی بیلیت میفروشیم، بعد لایف پخش میکنیم بهشون، یه پسورد یوزر بهشون میدیم که بتونن لایف ببینن. خب بعد اسکرین رکورد میکنن که؟ خب دیگه اونجوری قیمتش نیست که، مثلا $10 دیگه، کسی که بخواد لایف ببینه دیگه $10 رو پولش میده دیگه، نمیده. آره ایده خوبیه دیگه، الان فردا آقا دیگه همه استفاده میکنن دیگه، استفاده کنن. اولیش هم باز خود امیر بودش. آره اتفاقا من یه مستند ساختم که امسال که بود شده دیدی که همه دارن میکنن، چه داخل چه اون ور. آره آقا داستان چی، همه دارن کپی میکنن لایف میذارن کنسرت. داداش دیگه فصله. بعد جالبه چوسیش هم میان میگن ما اولی بودیم. بذار بگم خب سرچ هم نمی کنن مثلا ببینن کی اولی بوده کنسرت لایو گذاشته. حواستشون نیست تو پشت پرده میدی. آقا حالا من نظرم اینه چیه، من نظرم اینه که مهم نیست کی اولیه کی آخریه، مهم اینه کی بهترینه. یعنی اون موقعی که حالا بذار کنسرت خونگی هاشون رو بذارن، بعد یه کنسرت خونگی میذاریم که بدونن کنسرت خونگی یعنی چی. پشما میریزه دیگه. باره ایشالله. آقا بازار نیوفیس چطوره؟ خراب، داغون، افتضاح. این حرفو ببین زدی، ببین قیافم چجوری شد. من عذیت. حالا یه خاطره بگم، چند روز پیش یه دایرکت بهم داده بودی، گفته بودی آقا این بازار نیوفیز خرابه. مثل تموم عالم بازار نیوفیز هم خرابه. آقا سیر نمیشه. آقا قضیه با سرقرشی چیه؟ داداش سرقرشی رو من هستم زیاد، راستشو بخوای. واقعا میگن سرخورشی همه پسرها رو گول میزنه، منم میخوام گول بخورم. آقا من میخوام گول بخورم. حالا تیک و تاک هم داشتی دایرکت و مایرکت نه نمیدونم، مال ما خار داره دیگه، مال ما خار داره.
دایرکتت نیومده؟ نه منم قدم، حالا الان یه قلب براش میفرستم اینا چیکار میکنم. حالا من یه پشتوانه الان بهش بخوره، الان بهش بخوره، الان یه قلب براش میفرستم اینا چیکار میکنه. آقا یه چیزی من یه پشتوانه خودت بدم بیرون. بده بده. شنیدم که توی ایران دوست داشتی با یه بازیگر خانوم باشی، نمیدونم بودی نبودی، برای چی آهنگم بکنم یادم نمیاد کی بود به خدا. میدونم چی اون قد بگی، دوست داشتی رو خوب میاد یا بودم دیگه باش. آره خب کی بود؟ تینا رو میگی دیگه. تینا. آره. یا آهنگم براش خوندی؟ والا من با هر کی دوست میشم از توش یه شعر در میارم بالاخره. آره. سایه رو برای کی خوندی؟ سایه، سایه اسم آهنگ، سایه اسم دختر نیست. من میدونم. نه نه به جون تو سایه نیست. سایه باشه من میگم بهت، سایه منظورش سایه است. سایه حالا بعدن کمپانی اونم اسم سایه است میزنیم. سایه یعنی در سایه، مثل کسایی که شادو، سایه یعنی شادو. اونجوری بهت میگم. بعد تینا کلتاو چقدر باش بودی؟ بابا میگیرن میبرن، شاید یارو شوهر کرده چی کارش داری. آقا من پشت برده هم دیگه، سوالات هم پشت برده جون بودیم دیگه، یه 6-7 ماهی بودیم، یه خورده دیر اومدی بچه یامون بودیم، پشت برده ضعیف بود همه میدونن جز خودت. آره دیگه. بعد کدوم آهنگ براش خونده بودی؟ آهنگ جو بکتر قوی. آره مثلا هی یه سرش میگیره به تینا. کدوم آهنگ بود؟ بعد بگی یاد دو بدی. هی هی یه سرش میگیره، تو تو دیده من نیستی یه سرش میگیره بهش. ولی واقعا حالا یه سوال دارم امیر، پشیمون نیستی از اینکه از ایران اومدی بیرون؟ مثل سگ. آخه داداش من نیومدم بیرون، منو انداختن بیرون. چون من میدونم الان خیلی از کسایی که حالا توی ایرانن و توی ایران شدن دارن به منو میبینن، حالا شاید استوری من نگاه میکنن. من اینجا بگم که امیر تتلو هر کاری برای مجوز کرد داداش، ما فقط کون ندادیم دیگه برای مجوز. و فکر میکنی علت این که بهت مجوز ندادن چی بود واقعا؟ داداش به خاطر این بود که درشون تخته میشد دیگه. تو فکر کن من مجوز بگیرم دیگه کی میره کنسرت مثلا این خواننده مجازا؟ درشون تخته میشد. بعد یه جا من با یه حاجی صحبت کردم، گفت ببین حالا اصلا به تو مجوز نمیدن چون اینا استقلال پرسپولیس رو که دو تا تیم این همه مردم دارن به خاطرش میان تیم فوتبال رو نمیتونن مدیریت کنن، کنسرت های تو هم همون جوری میشه، نمیشه مدیریت کرد، به خاطر همین هم اصلا به تو مجوز نمیدن، بذار برو. چون من شنیده بودم خیلی تلاش کرده بودی، حتی الان نمیخوام بازش بکنم، قطعا خودت هم دوست نداری شاید قضیه کیش، تو یه مدت رفتی کیش و آره. خیلی تلاش کردی برای مجوز توی کیش ولی تمام تلاش ها به در پسته خورد. هر کار کردیم نشد، ریش گذاشتیم آقا نشد، یقه بستیم نشد، حرف خواه مالی کردیم نشد، هر کاری کردیم به اون مجوز ندادن. ولی یه سوال سیاسی هم بپرسم که احساس موقعی که میخواستی تو برج میلاد کنسرت بذاری چیه؟ سعید انصار اومد. سلطان سلیمان خان وارد میشود. آقا اینا قرنطینه نیستن الان جون میان؟ نه نه قرنطینه هن، اینا دمپایی پاشون میکنن، دستاشون رو میشورن. همین جلو ما هر کی میاد و جلو اینجوری میکنیم تو الکل درش میاریم یه چند دقیقه میمونیم. آقا یه خبری بدم، سعید اومده کار گردن من انداز رو تموم کنیم، خیلی کار خفنیه، بریم پایین بچه، خیلی کار خفنیه. یعنی تو تمام این کارها من شاید مثلا یه دونه دوست دختر رو حروم این کار کرده بودم، تو این کار من 3-4 تا دختر رو حروم کردم داداش. یعنی چند تا کیر مختلف خوردم از چند تا دختر مختلف، همه رو با هم بودم. چند دقیقه است آهنگ؟ آهنگ 9 دقیقه است. رکورد دقایق آهنگ هم فکر کنم مال خودته درست؟ مال منه بله. رکورد دقایق آهنگ میدونی که ما تو این آلبوم اصلا آهنگ زیر 6 دقیقه نداریم.
آره اینم یه رکورد. تاتو بزنی؟ نه من میرم امیر دیگه جا داره صورت تاتو بزنی؟ داداش میخوام اینجا رو بزنم اینجا. امیر نظرت راجع به مافیای موسیقی ایران چیه؟ خیلی کسکشه مافیای موسیقی ایران، خیلی کسکشن. تو جواب خوبی پرکوپر هم ری. آره نه فکر میکنی که مافیا وجود داره؟ معلومه که وجود داره. کیا نفرات اصلیشن؟ جزء نفرای اصلی هم مثلا محسن رجب‌پور. آخ 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 سایه منه که با تیر میزنه رجب‌پور. با من ولی اوکیه، مجوز داره من ولی نمیتونه بگیره. خود محسن هم نمیتونه بگیره. ولی خب قراردادش هم 85-15 دیگه میدونی که. خب اون که برای بقیه اینجوریه، برای ما که نمیتونه 85-15 باشه، اصلا همچین چیزی ما نداریم. پس میگی مافیا وجود داره؟ بله 100%. من این میشه نفر بعدی کیه تو مافیا؟ دیگه نمیشناسمشون. اصلیش این بود دیگه، اصلیش این بود که گروه آریان زد ترکوند و حامد همایون زد ترکوند و دیگه الان هم که حالا با یه دوست مشترکمون داره برامون مجوز. امیدوارم اون بنده خدایی که حالا به خودت هم بهتر میدونه تازه قانون شده. آرمین آره امیدواریم که حالا چون دو سال هم آرمین رو بدبخت و سوزوندنش بابا دیگه فایده نره. آرمین 3 سال فکر کنم آهنگ نخوند، مرد دیگه، طرف رو کشتنش دیگه. البته دیگه خودش هم تکراری شده بودا، خودش هم دید داره میمیره این کارو کرد. رابطت با آرمین خوبه یا نه؟ والا من آرمینو خیلی دوستش دارم، خیلی زیاد قلبا دوستش دارم. دیگه آهنگایی که میخونه همه میترسن با ارتباط برقرار بکنن دیگه. آره ولی خب قلبا دوستشون دارم. آرمین، اردلان، حسین تویی، رضا پیشرو، اینا همه هر کاری هم که میکنن هر چه آدم از هم دوریم، من قلبا اینا رو دوست دارم. بچه‌هایی هم که بچگی با هم بودیم و خیلی باحالم. دوست نداری باشون فیت بدی حالا با اینا که خارج از کشورن؟ نه جون تو ضعیف شدم. تنها کسی که دوست داشتم یعنی کار واش راضی بودم همین سهراب امجایی بود که خوبم در اومد خدایی. آره خوب بود ولی خب خودت ماشاءالله هم بفهمید. آخه ببین اینو همه میدونن سهراب از قدیم از بچهای رپر از همشون با استعدادتر بود. یعنی ما بچه‌ها بپرسی همه میگن که سهراب بچه خیلی با استعدادی. با سروش هیچ که هستی؟ جی سروش بد ریده. چی بود این آلبوم مجاز؟ خیلی چیری بود. البته من باش آهنگ درست کنم اینجوری نخواهد بود، چون که من میدونم چی کار کنم، کجا از صداش استفاده کنم. ببین من یه چیزی گفتم، گفتم ما تو آهنگمون صده قارقار کلاغ میذاریم ولی از اول تا آخر کلاغه قارقار نمیکنه. گرفتی؟ یه دقیقه میاریم قارقارش رو میکنه میره، منتها سروشیش هست از اول تا آخر قارقار میکنه. با توی چی؟ ها؟ با توی چی؟ نه نه توی هم خیلی ضعیف شده. با یاس چی؟ یاسو میشه یک کاریش کرد. یاس با من نمیخونه آجی، یاس خواهی نداره با من بخونه. سالهاست چند دفعه هم بهش گفتم آقا بیا کار کنیم دیگه، خواهی نداره. اون با کسی کار میکنه که از خودش پایین تر باشه. آره آره. حال خودت دوست داری با کی فیت بدی واقعا؟ اگر بخوای توی این رپرها یا خواننده‌های پاپ خارج از کشور بخوای حساب بکنی؟ من با سیاوش قمشی. آخ سیاوش که دوستای خوب ماست. آره من سیاوش قمشی رو خیلی دوستش دارم. کلا قمشی بازی تنوشی. آره ارتباط سیاوش با من خیلی خوبه. آلمان هم که اومد کنسرت گذاشت، فقط تنها نفری که بک استیج بود دید من بودم، یعنی کسی نازش ببینتش. و قولی هم که داد گفت آخرین مصاحبه زندگی ما با تو میکنم، یعنی قرار بود خداحافظی هم بکنه از موسیقی. اون اتفاق نیفته. ببین من باست... میتونم یه آهنگ درست کنم که سیاوش قمشی رو دوباره برگردونم به اون روزای قدیمش، یعنی آهنگ هم حال و هوا رو داشته باشه، چون من اون حال و هوا رو میشناسم. پس دوست دیگه نفر بعدی کی به غیر از سیاوش؟ ایرانیان همون سیاوش رو، شادمهر رو بعدم نمیاد. نظر داشته کنسرت عربستان چی بود؟ فستیوال بود؟ جشنواره بود؟ خیلی کیری بود آجی. با شهرام پشپره صحبت کردم 3 روز پیش. شهرام پشپره بنده خدا با من صحبت هم کرد، میگفت توی کنسرت 25 نفر آدم های غیر مسئول
و 25 نفر از عوامل تو سالن بودن، 50 نفر فقط تو سالن. آخه دوست طبیعیه، به منم بگن عربستان من اصلا نمیرم کنسرت ایرانی نداره. اگه پیشنهاد بدن عربستان نمیری؟ امکان نداره داداش. من آنتالیا پیشنهاد دادم من نرفتم. آنتالیا که این همه ایرانیه، گفتم من بخوام کنسرتم بذارم تو ترکیه همون استانبول میذارم، آدم کسخله مگه تو آنتالیا بذاره. با یه بنده خدایی هم صحبت کردم، گفت رابطش باید خیلی خوب شده. کیان محمدی ها کیان، آره بابا کیان، اش گفته بودی که اش گفته بودی که لام از سبت خودت کنسرت بذاری 50 تا بلیط بشه. ببین من کیانو خیلی دوستش دارم، کیان رفیقمه، منتها کیان یه ذره اون موقع کم تجربه بود، کنسرت ترکیه داشت خراب میشد، چون من تمرینام خیلی زیاده. من دیدی که قبل کنسرت ها از تمرینام میذارم، مثلا ما یه ماه هر روز تمرین میکنیم با بند تا بتونیم آهنگا رو دراریم. آهنگای سنگینیه. ما 40 روز مونده بود به کنسرت، هنوز بند رو ندیده بودیم. البته این هم بگم امیر تتلو یکی از گرونترین خواننده های خارج از کشور. قیمتت هم بگم چقدره؟ بگو. قیمت امیر تتلو از 90,000 یورو تا 130,000 یورو. درسته؟ همین جوری هست دیگه. برای کنسرت آلمانش قیمت 100,000 یورو توی سالن آباوزن داده بود پیشنهاد. من میدونم خودش هم گفت. حالا کوروش طالبه. آقا من دارم 100,000 تا میبندم تو لایو. آخه داداش 100,000 تا سلطان کنسرت اوبرهازن بالای 7-8-10,000 نفره، 100,000 تا واقعا کمه. آره اینم اصلا اون سالن میتسوبیشی هم اینو رد میکنم، اصلا این رقم سیستمش اینجوری نیست. گفتم بچه آقا ما با چکشکاری میکردیم با آقا یکی از بچه هم الان نوشته که من پولشو میدم 130,000 تا رو میده. همین الان اسمسش هم هست. بگو تو 130,000 تا پول داشتی الان به من اسمس نمیدادی. چرا؟ نه این واقعا میشتستیش. آره بره داره. آره. و به حل ما میذاریم آقا